گایز، امیدوارم روز خوبی رو بوده داشته باشید و هر جا هستید خوش و خرم باشید. بچه‌ها بعد از مدت‌ها، بعد از قرن‌ها، یکی از ویژه‌ترین مهمونای یوتیوب، سلطان کوروش تو بیا. سلام. بالاخره شد، بالاخره شد این تایم ها با هم بخوره. من خیلی خوشحالم. دقیقاً خیلی وقت بود بچه‌ها قبل ویدیو بسازیم نمی‌شدش. خیلی وقت فقط تو چت داشتیم با هم قربون صدقه هم می‌رفتیم. دقیقاً ولی امروز بالاخره اون روز موعود رسید. خیلی خوش اومدی کوروش. دمت گرم. میشه بهم یه توضیح؟ افتخارم ویدیو ساختم باش. چون تو فقط من از خواب بیدار کردی اومدم نشستم اینجا. اگر یه توضیح برام بدی که این سیستم عادیه دیگه، همون ترینا تو لف سرکو نخندی، فقط مجازاتش دیگه سس تند و اینجور مجازات. اگه تو بخندی خب که همه میدونن نمیخندی و ما همون آدم بعد میخوام کی واسه این بازی حسین من اومدم واسه همین مجازات شدن. اگه تو بخندی ازت سوال خصوصی میپرسم، اگه من بخندم ازم سوال خصوصی میپرسی. چقدر لیمیت خصوصی پرسیدن اون شب واسه من هیچ خط قرمزی نداره بجز اینکه به سمت پدرم. بقیه‌اش رو چه هرچی ورسی. آره هر کی بیشتر بخنده تهش جریمه سنگی میشه که برمیگره تو استوری اینستاگرام باید یه چالش رو انجام بده. مجازات این سری چالش سنگین. خب از ویدیوهای خودم. آره اینو که دارم میگم خجالت میکشم بگم چون خیلی قدیمی ترن. چنل کوروش همه این زیر است. تو کاتر هست اون تمیاد. بگو سابسکرایب کنیم بچه‌ها. نه آخه دیگه همه میشناسن تو رو. بچه‌ها برید سابسکرایب کنید. بریم با هم این ویدیو جذاب رو ببینیم. بریم. آماده ای؟ من آماده. بریم سمت اولیش. خب ببین تو اصلا امکان صفره بخندی. آقا لبخند جواب قبولی یا نه؟ برای من لبخند جوابه ولی تو تکون بخوری جریمه باشی. یعنی چی؟ من ویدیوهات دیدم تو اصلا نمیخندی. از بس که قلبم شکسته شده در طول سالها دیگه یه گارد آهنی دارم. میدونی چی میگم؟ گارد آهنی دارم جلوی احساساتم. آره که نخندم. ببین خارج از برنامه در مورد کوروش توپیا خیلی دوست دارم به من توضیح بدی. مثلا اصلش از کجا شروع شد؟ دوست دارم بدونم. خب یه ساعت وقت داری چون که داستان طولانیه. ببین هزاران سال پیش زمان بیگ بنگ الکی بکن از اون موقع شروع کرد. نه ولی جدیش از اینجا شروع شد که تو یکی از ویدیوها من گفتم که از این سوالا بود که مثلا اگر بی نهایت پول داشته باشی چیکار میکنی؟ من هم اول چه قبلا خیلی بهش فکر کردم، همیشه دوست داشتم یه جزیره بخرم بعد خودم توش حکمرانی کنم. خب یعنی قواعد و قانونای خودم باشه، واحد پول خودم باشه، از اینجور چیزا و هر کی بخوام راه بدم هر کی نخوام راه ندم. خب و خیلی جای قشنگی بود. گفتم اسمش میذارم کروشتوپیا. تو یکی از ویدیو اینو گفتم بعد بچه‌ها خودشون خیلی پیگیر شروع کردن ساختن این کروشتوپیا، یعنی خیلی جلوتر از من عکس شروع کردن نقاشی کشیدن که این شکلیه، شروع کردن داستان ها درباره کروشتوپیا ساختن و منم کلا حال کردم هی بیشتر و بیشتر کردیم این قضیه رو. الان واحد پول خودمون رو داریم، اسمش کلاره. خب الان شهرم قشنگاره، خیلی ارزشش بیشتر از دلاره. خب و کلی چیز داره، شهر جاده و خیابون داره، عکس و نقاشی داره و داستان داره. و ببین بعد یه سوال دیگه چیز اولین ویدیو چی شد اومدی تو یوتیوب؟ یعنی اولین بار چی شد اومدی تو یوتیوب؟ یا اولین بار اومد توی میا همون چند سال پیش همون چهار نه تو اون که اضافه شدی از کجا شروع شد؟ از همون روز اول که داشتیم ویدیو رو میگرفتی من همیشه پشت دوربین بودم. خب ولی خودم نمیدونم تو تصویر چی که دلیل اصلی که فکرام نمیاد تصویر این که یک اینکه خجالت میکشیدم، دو اینکه احساس میکردم که آدما شب با من حال نکنن. که دیدی که برعکس الان همه باهات حال میکنن. دیگه خودم باور نمیشه. مثلا اینکه من میگم تو ویدیو سعی کردم خیلی مدل خودم باشم، گفتم شاید مثلا آدما با میدونی آدم میترسه دیگه، شاید حال نکنم با مدل خودم. میدونی واقعا دیگه خوشحالم، شانسی نمیدونم، خودم نمیدونم چرا خوششون اومد ولی خوششون اومد. شانسی که نبوده 100% لیاقتشو داشتی. خب بریم ادامه. تا الان مثلا هیچ کسی نخندیده. نه من تا آخرش هم نمیخندم. منم میدونی چرا اکثر خلبانا پسرن؟ آخه اونا تو بلند کردن تخصص خاصی دارن. این خوب بود، این خوب بود. عروس خوشگل ما چشمان چه قشنگه، چقدر احساسات تو صورتش داره. من هم قبلیه رو خندیدم هم دومیه. به حرفای من داری بیشتر میخندی. ببین چون حریفم سرسخته تازه دارم خودم رو کنترل میکنم الان ولی خندیدم. بپرسم سال اول الان. بله توی کانال یوتیوبت مهمونای زیادی داشتی از جمله من بقیه بچه ها.
کدوم یکی از مهمونا از همه بیشتر کمتر بهت خوش گذشت و خوشت نیومد؟ ببین کلا حال نکردن که نبوده، ولی میخوای بگی؟ اول میخوای بگی باورم نمیشه. آره آره، آخه اونجوری نیست که مثلا یه دونه ویدیو که با آریا داشتم فکر کنم که هم تو کانال خودش هم تو کانال من، ولی با فرشاد سه تا ویدیو داشتم. اولین ویدیو که خدا بود، واقعا خیلی آدم پر انرژی و خوش اخلاقیه، ولی یکی از این ویدیوها نمیدونم چش بود، خیلی ببخشید فرشاد سگ بود، عصبانی بود، ولی با اینکه عصبیه همیشه احترامو نگه میداره، ولی تو اون ویدیو من ازر معذرت سکسیه بود، ولی عصبانی خیلی آدم سکسیه. آره ولی اینکه باش حال میکنم 100% حال میکنم، تو اون ویدیو خب فقط انرژی افتاد. خب فرشاد حال نمیکنی. خب بریم بعدی. حال نه اوه بریم ویدیو بعد. بریم بعدی. شاید اینجا خوشگلی. الله اکبر همه شکر. چقدر قشنگ حرکت. ببین تو خندیدی ها. من نخندیدم. کدوم حرکت قشنگ؟ من نخندیدم. یه لحظه باشی. این قیافه خوشحال چیزم بود. قیافه خندم نبود. این بیشتر قیافه این قیافه جذب شدن بود. بعد جذب شده بودم. به خدا. یه ایش ریاکشن ندادم. بیا بریم. وسط حرفات گفتی اون حرکت چقدر قشنگ بود. کدوم حرکت؟ قشنگ حرکت قشنگ رفت. یه بار دیگه میتونی نشون بدی؟ ببین ولی خندیدی. مثلا سوالمو ازت بپرسم. بابا نخندیدم. تو خندیدی. من باید سوالمو ازت بپرسم. یه ذره غافلگیری شدم سرمو صحنه یه لحظه. ببین از نظر تو خب خفن ترین بهترین یوتیوبر ایران کی؟ بعد تفره نرو. یه اسم بجز خودت و خانومت یه دونه. این بهتر از اینه که بپرسی بدترین کیه، میدونی؟ بهترین. آره، آره. خیلی از یوتیوبرها رو خیلی رفیقای خوبی هم، مثل آریا و فرشاد و کلی از بچه های دیگه. خودت برو میتونم بگم تو چون خیلی به نظر یوتیوبر خوب و خوشگلی هستی. بخواد چش کوری ما رو گرفت. نه من رو نمیتونم. خب مثلا اون گندار که همه میشناسن، خب بچه های باحال مثلا که همه میشناسن همه میشناسن. یکی بگم که نه وایس مثلا میخوام یکی بگم که شاید کمتر بشناسنش. خودم خیلی سعی کردم که ویدیوش بنویسش از رضا آینه. نمیدونم میشناسیش یا نه. نمیدونم میشه جدیده. هم جدید هم پسر خیلی باحالیه. اگه چیزی به این ویدیوش ببین من خیلی خوشم اومد از ویدیوهاش. خیلی خیلی خنده. حتما میرم نگاه میکنم. آدرس چنلش هم بعدم بهم بده بذارم تو اینجا. بریم ویدیو بعدی. آقا من دیگه هیچ چی نمیخوام. تموم شد. اینه یه دونه کمپوت میشینم اینجا. چه قشنگه. صدای چیزی داره، خشداری داره، مثل محسن چاوشیه. این متین دوهنجره است، میشناسیش؟ واقعا اینه؟ ببین متین دوهنجره یک متین دوهنجره قدیما میخون. آره واقعا یه دونه صداش این شکلی بود، یه دونه صداش خیلی نازکه. آه تو این سبکا دو تا صدا داره. آره خیلی قدیمیه. میبینی چی حال میده؟ تو مثلا بیای یه صدای دیگه هم بدی اسمتو بذاری کوتک سهنجره. سه تا کار میتونی بکنی. تا حالا زده به فکر تو چنلت یه کنسرت آنلاین درست کنی؟ میخوای الان واسات بخونم؟ میخوای آهنگ بگو واسات الان بخونم؟ چی میخوای واسات بخونم؟ کوروش داره میخوره در چنل من. ببین آهنگ درخواستی ندارم، هر چی دوست داری قشنگ ترینشو بخون. دوست دارم من بیچاره. آخه بگو چرا داری میخندی؟ چرا داری میخندی؟ زیر پا مورچه رد شد. بخون. دوست دارم من بیچاره. خوب بود؟ دوست داشتی؟ ببخشید پشمام ریخت. میتونی که از رپات رو بخونم واسه پیروزی رو بخونم؟ بخون گنگه گنگه اون گنگه بخون. آره متن آهنگ CR7 رو میخوام بخونم. اوه بخون. بیتش رو میتونی واسه بری؟ آه بگی بوتس دس بوتس میتونی؟ آخه من بیت بایس بر نیستم ولی واسه واسه علکی کردم یه مارتینی خالی کردی دایی؟ من شدم بیادب بیادب ورس رو بیار چاردی پایین مخت رو با شیمیایی کوبیدی ساختی ویلایی گرپا ترک ناب هنگس باز فن با هم نمیتونم سخته واسم رفت کن. نمره خوبی بمیری؟ 100% 10 از 10. تو میخونی بینم چقدر فرق داشت؟ میخوام بینم چقدر نزدیکت خوندم این تیکه. آخه این تیکه من نیست. این تیکه این تیکه تا نبود؟ به نظرم حالم داد با آدم ها مثل این موج مکزیکی ها چی هنیا؟ ای وای ای اینا
این خنده بود یا ترسیدی؟ کدوم بود؟ ای قبول نیست، ترسیدم. آره میشه اینجوری شدی. حیوان خونگی داری؟ آره یه سگ دارم، 25 تا همستر داشتم. 25 تا همسه؟ آره دو تا بودن، ولی انقدر اینا با هم دیگه رفتن تو هم شد 25. باز هر 25 هم اسم گذاشته بودی؟ نه من واقعا ازشون خسته شده بودم، با اینکه دوستشون داشتم دادم به یکی، هر جفت جفت دادم به یکی، یه دونشون الان دارم. تک و تنهاست ولی دلم براش میسوزه. ما میدونه آره. سگ داشتیم اسمش لاکی بود، 16 سال داشتیمش، مرد. آره اسم سگ منم لاکیه. جدی؟ به نظر من اشتباه اسمشونو میذاری لاکی، هر وقت اسمشونو میذاری لاکی بدتر آن لاکی میشن. آخه دیگه چقدر عمر کنه دیگه، میدونی 16 سال خیلی بود. 16 سال خیلی. نژادش چی بود؟ تبتین اسپانیل، شبیه پکینیزن. بزرگ میشن کوچولو. انقدر بود. اوه مثل توه. خندیدی. خب سوال من اینه که تو بزرگترین خلافی که در زندگی کردی چی بود؟ چه کار بدی کردی؟ ببین همه خلافامو حالا حضور زن ندارم. همه خلافا لیستش الان ندارم، ولی یکیشو بگو بچا بیشتر بشناسنه. بزرگتر ببین بدترین کاری که کردیم، نمیدونم یه بار تعریف کردم یا نه، ولی یادم نیست. توی منطقه بودیم خیابون پیروزی تو تهران. خب بعد یه منطقه داره سراسیاب دولاب. ما دولاب کلمه والی. آره دقیقاً سر سیاب دولاب. یکی اونجا بود، داداشش گنده بود. یعنی داداشش گنده بود. بعد ما با دوستامون گفتیم اینو بزنیم. داداش کوچیکاشو بزنیم. اشغلاتی داشتیم. ببین 6 نفری ریختیم تو سرش. گنده یا هیکلی منظورت بود یا کلاً؟ نه، لاغر بود. مثل من قدش ذره بلندتر. حالا من لاغر نیستم ولی در حد. ببین ما 6 نفری ریختیم رو سرش. 6 تامونو زد. 6 تا با گوشی نوکیا 6 تامونو زد. آره این کارو بعدش. ولی فرارم کردیم. یکیمون جامون صبح اون یکی اومد کل سرش شکسته بود. ترکونده بود. در نتیجه مثبت این که دعوا نکنیم. آره نتیجه اخلاقش اینه که دعوا نکنیم. ولی یه خلاف دیگه هم کردم. یه خلاف بار بگو. خلاف این خلاف نبود. خلاف بگو. آره خلاف باحال بگو. ببین یه خلافی کردم که جبران کردم. خب بگو. من خیلی این خلاف بگو. بعد بگی. خلاف بعد بگی. من عجیبه دوستم 200 دلار زدم. بعدن بهش 200 دلار دادم. فکر نکن دارم میگم چون تو ویدیو واقعا بهش 200 یه روز به یه بار بهش 200 دلار دادم. خب یه برگردوندم. برگردوندم ولی هرچی هم می‌خواست بهم بده میگفت به من قرض بده. گفتم من قرض ندادم همینجوری بدونم. ولی هیچ وقت واسهش توضیح ندادم. با منتم بهش برگردی تازه. بیا این 200 دلار رو به عنوان چونکه رفیقمی. آره چون که رفیقم بشه. ولی مطمئنه بعد از این ویدیو بهم زنگ میزنه. چون الان زنگ میزنه میدونه یه نفر بوده دیگه. الان فنا رفت. وا اینجا تو کانادا همش برای این کار آخ. الان همش برای این کارو بکنه. آشغال رو بردم در. خب چرا نمیذاری چرا آشغال جلو در نیست که بندازی تو آشغال؟ نه باید اینو بذاری دم خیابون وگرنه نمیبرن. خیلی بده ها. شبا دعوا میشه. وای چرا انقدر هی مرچ سرش؟ قاطی کرد دیگه تهش احساس میکنه. ولی چقدر یوب. آجی این خنده قبول نیست. خودت خودتو خندوندی. مطمئنی میخوایی این بازی با چالش بریم؟ اصلا مطمئنی؟ نه میشه یه آوانس رو هم بدی؟ یه دونه ببخشید. بذار فکر کنم، بذار از بچه های پشت سرمه پرسن بچه ها میشه آوانس بدین؟ نه ببخشید نمیشه بده آوانس بدین. تو باید بهم بگی که یوتیوبری که از همه بیشتر بدت میاد باید بهم بگی. دوستان درامایی که دارم اینجوری جلو جلوتون کنم. ببین آخه اسمشو بگم شرم میشه. نمیشه. ببین جزء کسایی هست که چیز میره. خب فقط به من بگو تو ویدیو سانسور کن. جدا؟ آره باشه. فرشا سایلنت آخه با اون که خیلی پسر خوبیه. چرا حالا تو یه ویدیو باید اخلاق بوده دلیل نمیشه که از فرشا خوشت نیاد که. فرشا خدا شر درستی کنه. من نگفتم فرشا. بچه هر کی خواست بدونه چیه بهم دایرکت بده بهش میگه. چرا داری اینجوری میکنی؟ با لبخندت وا شده بودا. نه من لبخند از دارم. کوروش خندیدی؟ مطمئنی؟ چرا سرت رفت عقب یه ذره لبات باز شد. خب قبوله. خب یه سوال دارم مربوط میشه به رابطه. خب تو هرچی میخوای سوال شده به یه دختری نگاه کنی خانومت دستت عصبی شه یا مثلا چه سوتی هایی دادی
ببینه به حسابش. ببین من به یک نفر فقط نگاه میکنم، اونم هست بانو گوهر خیراندیش. خب من جز اون به کسی نگاه نمیکنم. گوهر بانو تنها کسی که من بهش نگاه میکنم و سلام دیگه، نیاز ندارم. پست تو اینستا هم رب داره بهش، واقعا روش کراش داری یعنی. ببین برای دیدن گوهر نه یک چشم نه یک صد چشم همه چشم ها رو میخوام. خب پس گوهر، به گوهر نگاه کن. یکی دوباره ناراحت شده ولی دیگه بعد زندگی کنه و کنار بیاد. بچا یادتون باشه. اوه چقدر اینجا خوشگل شده جدی ولی عشق تو دروغ بود دیگه، نه دیگه نه من نه تو دیگه، میخوام اسم تو فراموش کنم، آتیش تو خاموش. بزلی 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 از اینه داره علیکی کنی دار بیتو چه خوبه خندیدم دوره. خیلی خوب بود. تو چرا خیلی... تو چرا نمیخندی؟ تو چه ماهی به دنیا اومدی؟ آبان. آبانیا بی احساسن. فقط اینو به من بگو بتونم. نه ولی ببین میگم من احساس زیاد دارم. انقدر این قلبم آزرده شده دیگه یاد گرفتم که احساساتمو نگه دارم تو خودم. اینو دیگه لازم نیست سوال ازم بپرسی چون من در تو باختی دیگه. تو باختی. آره خب من فقط یه مجازات سنگین که دوست. آره تو انتخاب هر کاری که... بگی من باید انجام. من کلا از این چالش فقط یه چالش بلدم، باگزبانی. چالش باگزبانی رو که میدونی چیه؟ چالش باگزبانی. آره. میخوام قشنگ بخوابی اینجوری کلت بدی پایین بیاد بالا نشون بدی دیگه، نشون بدی اون هلو بیافته بیرون. آره میخوام قشنگ باگزبانی بودن تو به بچه‌ها ثابت کنی و نشون بدی که پوتک نمبر 1 چالش باگزبانیه. باشه حل آقا، قبول قبول. کوروش حالا خارج از همین حرفا دمت گرم اومدی تو ویدیو به طرفدارم حالا اون دارم طرفدارات و خودتو همه چیت گرم. مرسی از دعوتم کردی، خیلی بهم خوش گذشت، خیلی بهم خوش عشق منی، باعث افتخار بود. بچه‌ها دمتون گرم، خدافظ خدافظ.